با دو خبر از اوکراین اخبار را به پایان میبریم. در مراسم تجلیل از جانباختگان قیام اوکراین در میدان استقلال کیف، آرسینی یاتسیانگ یکی از رهبران قیام به عنوان نخست وزیر این کشور معرفی شد. کاندیداتوری یاتسیانگ به عنوان نخست وزیر باید مورد تصویب پارلمان قرار گیرد، ولی در میدان از آن استقبال شد. سایر اعضای کلیدی کابینه جدید شامل اندری پاروبی، فرمانده مورد احترام جنبش اعتراضی مردم اوکراین برای سرنگونی دیکتاتوریسم که به عنوان رئیس شورای امنیت ملی و شورای دفاع معرفی شد. وزارت کشور اوکراین برکوت واحد ویژه پلیس حکومت یانوکوویچ را که در سرکوب قیام دست داشت منحل کرد. وظیفه اصلی نیروهای ویژه برکوت به معنی عقاب تأمین امنیت تجمعات بزرگ از جمله تظاهرات بود. مبارزه با جرائم سازمان یافته و محافظت از جان افراد ویژه از دیگر وظایف این گروه ویژه بوده است.